اعتراضات در ایران همچنان ادامه داره. احسان مهرابی ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای مهرابی، هر روز حکم جدیدی از اعدام و بازداشت. در اعتراضات پیشین هم حکومت برای معترضان حکم اعدام صادر کرده بود، اما گویا این ابزار او این بار کارساز نبوده. چرا حکم اعدام و این همه بازداشت به سیاست‌های جمهوری اسلامی جواب درستی نمیده؟ قاعدتا خود جمهوری اسلامی هم میدونه که مهار این اعتراضات به سادگی نیست و این حکم‌ها یا بازداشت‌ها باعث نشده که اعتراضات موفق بشه، اعتراضات متوقف بشه. اما عملا به هر حال از جهتی میشه گفت که این تنها ابزار جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی همونطور که معتقده که این اعتراضات به تعبیری جنگ ترکیبی هست، از سرکوب ترکیبی استفاده میکنه، یعنی در شهرهایی که دستش بازتر هست برای کشتار مردم و جلو کردستان به صورت مستقیم و با گلوله جنگی به مردم تیراندازی میکنه. در برخی از شهرها عملا ممکنه که روش سرکوب متفاوت باشه، اما در اون شهرها هم به هر حال با بازداشت گسترده معترضان و همینطور صدور حکمهای اعدام تلاش میکنه که مانع ادامه اعتراضات بشه. از نظر مقامات جمهوری اسلامی به تعبیری اعدام ممکنه که اثر دهشتناک و مهیب‌تری از کشته شدن افراد در خیابان داشته باشه و اثر روانیش بیشتر باشه. برای همین هست که خود مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌هاش خبرهای مربوط به صدور احکام اعدام رو منتشر می‌کنن و به نوعی تلاش می‌کنن که حالا بخوان با این احکام گروه دیگری از معترضان را از ادامه اعتراض ها منصرف بکنن. بخش هایش هم به نوعی وعده هایی هست که به گروه های مختلف میدن تا اونها به اعتراضات نپیوندن. به هر حال همه اینها به این دلیل هست که رهبر جمهوری اسلامی احساس میکنه که عملا نباید هیچ امتیازی به مخالفان بده و اون استراتژی همیشگی رو داره که ما باید در همون سنگر اول مقاومت بکنیم و حتی برخی از مقاماتی که به هر حال معتقد بودن باید یک سری تغییراتی داده بشه، بعد از این نظر رهبر جمهوری اسلامی سخنان خودشون رو تغییر دادن و اونها هم بر سرکوب معترضان تاکید میکنن. آقای مهرابی، نماینده مهاباد در مجلس از 11 کشته شده این شهر خبر داده. آمارها البته با اون چه که در حقیقت اتفاق افتاده فاصله زیادی داره، اما نکته مهم اینه که نماینده مردم مهاباد اعلام کرده که کردها کشته شدن، آن هم توسط نیروهای امنیتی. پیشتر هم نماینده چابهار این گلایه رو داشت که صدای او رو در مجلس قطع کردن. اعتراض این نمایندگان بر اینه که چرا در این دو شهر، در این مناطق، در حقیقت در کردستان و سیستان و بلوچستان از تیر جنگی استفاده میشه، برخلاف آن چیزی که شما هم بهش اشاره کردین در جاهایی که شاید کمتر استفاده بشه. چرا مجلس به این موضوع ورود نمیکنه؟ در حال اگر مجلس بخواد ورود بکنه، در واقع در جهت عکس هست و بیشتر میشه گفت که در جهت سرکوب معترضان ورود میکنه، نه همراهی با مردم و معترضان. سوابق مجالس گذشته از جمله مجلس هشتم که در دوره اعتراضات سال 88 دوره فعالیتش بود هم همین موضوع رو نشون میده و با وجود اینکه به هر حال در ابتدا همراهی های وجود داشت، اما در نهایت اون مجلس هم به نوعی به اون مسیر رفت که بخواد مصوبه یا درخواستی رو داشته باشه که صدور احکام اعدام برای معترضان زمانش کوتاه‌تر بشه. الان هم در این اعتراضات درسته که برخی از نمایندگان مجلس ابتدا همدلی‌های نشون دادن، اما در نهایت روند فعالیت مجلس همون بیانیه‌ای شد که بر اعدام معترضان تاکید داشت، اما بعد از بازتاب‌های منفی که داشت به نوعی مجبور شدن نمایندگان تعدادشون بیانیه رو تکذیب بکنن. این معدود نمایندگانی هم که واکنش نشون میدن نمایندگان استانهای خاص هستن، از جمله آقای محمودزاده که به هر حال قبلا هم رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس بوده و نماینده مهاباد هست که وضعیت خاصی را داره، یا نمایندگان استان سیستان و بلوچستان. اما دیگر نمایندگان عملا همراه با دیگر نهادها برای سرکوب معترضان هستند و هیچ واکنشی به سرکوب معترضان نخواهند داشت، بلکه اگر واکنشی هم داشته باشند بیشتر در این جهت هست که بخوان معترضان بیشتر سرکوب بشن. به هر حال سال بعد انتخابات مجلس هست و این نمایندگان احساس میکنن که
اگر کوچکترین موضعی در این باره داشته باشن از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت میشن و قاعدتا اونها تنها چیزی که بهش توجه میکنن کرسیشون در مجلس هست، حتی اگر در انتخابات آینده درصد مشارکت بسیار پایین باشه و اونها بخوان با 10 یا 20% مشارکت به مجلس را پیدا بکنن. بهار آن سوی جبهه انتخابات هم مردم هستن. آقای مهرابی، هر روز در حمایت از اعتراضات سراسری در ایران گروه یا افراد یا جمهوری اسلامی اعلام براءت میکنن. همین دیروز 250 مترجم اعلام کردن کتابهای ممنوعه رو بدون سانسور منتشر خواهند کرد. این حجم از همراهی از گروهها و شغلهای مختلف نشانه چیست؟ برای این ماهیت اعتراضات به شکلی بوده که گروههای مختلف از جمله سینماگران یا ورزشکاران یا به هر حال نویسندگان و مترجمان همراهی کردن. البته اون همراهی به نوعی از همون زاویه خودشون هست، یعنی اونها هم اعلام کردن که شکل دیگری از مقاومت مدنی را انجام میدن و کتابهایی که به تعبیری به سانسور سپرد به دست وزارت ارشاد یا دیگر نهادها سانسور میشه را به شکلها و هر طریقی که بتونن منتشر میکنن. این هم واقع ادامه همون مقاومت مدنی هست که گروه های دیگری داشتن. البته برخی از گروه های دیگه مانند سینماگران واکنش های جدیتری رو نشون دادن که خب تعدادی از اونها هم بازداشت شدن و از این جهت به هر حال این دوره اعتراضات، این همراهی های گروه های مختلف قاعدتا بسیار متفاوت هست با دوره های قبل. احسان مهرابی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان.